خب بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خداوند بزرگ برنامه را آغاز میکنیم. این جانب ساحل هستم در خدمت شما عزیزا. امیدوار هستم که برنامه قبلی همچنان مورد پسندتون قرار گرفته باشه و دوباره برگشتیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزا هستم. این برنامه عزیزان دل بسیار برنامه مهمه، باید این برنامه را شوخی نگیریم، بسیار جدی بگیریم و در این برنامه عزیزا طبق وعده که به شما کرده بودم، من دو سه هفته است که منتظر همی برنامه بودم و همی نامه که باید به دست من میرسید. البته نامه دیشب به دست من رسید، آسوده جان هم در برنامه بود و واقعا بسیار دیر بود و ما هم آمادگی ندارم برای خواندنش، نداشتم دیگه، وقت نداشتم دیگه، کل روز برنامه های لایف دیگه داشتیم که باید پیش می بردم و هزار کار دیگه، اما باز هم جرأت میکنم، به خود جرأت میکنم که برای شما قرائتش کنم، بخوانمش. و اگر اشتباه و کم و کاستی در خواندن میبینین دیگه، معذرت ما رو بپذیرید، چرا که من اصلا به انگلیسی علاقه ندارم. از روز اول که امریکا اومدیم علاقه نداشتم، به زور درس خواندیم، اگر خواندیم یک چند سنت یا چیز، اما مجبوری هست دیگه، باید بخونیم. و موضوعاتی که در این نامه نوشته شده موضوعات مهم است، لغت‌های بسیار مشکل است که در استفاده شده، هرچند که از روی ورق اگر بخوانیم، حتی زبان مادری خود فارسی یا دری باشه، هرچی باشه، بخوانیم بندش داشت میایه، کن میباشه، هرچی میباشه، اما این دیگه باز انگلیسی است که زبان دوم ما میشه گفتی اگران، از ما خصو زبان دوم نمیشه، حتی پیش از این زبان دو سه زبان دیگر یاد گرفتیم که یعنی مچم چهارمش میشه یا پنجمش، خدا میفهمه. اما به هر صورت ما براتون عزیزا این نامه را میخوانم. این نامه، در این نامه چیزهایی که درک شده عزیزا ما پیش از پیش برای شما بیان کنم که امشب انگلیسیش را میخوانم چون وقت نمی باشه، بسیار دیر وقت است. هفته آینده براتون به دری فارسیش را میخوانم امی نامه را. و این نامه برازی نوشته شده که برازی نوشته نشده که ما قدرت بخوایم یا چوکی بگیریم یا این که بریم اونجا رئیس جمهور خود انتخاب کنیم یا این آن باشه. این نامه در کدام جناح سیاسی هیچ ارتباط نداره، به هیچ حزب ارتباط نداره، نه چپ نه راست، به هیچ کدام از این جناح ها اصلا ارتباط نداره. و از صفات مجازی بسیار عزیزای ما در عرصه سیاست و برنامه ها فعال هستن، در صفات مجازی یوتیوب هست، فیسبوک هست، بسیار زیاد فعالیت میکنن، اما همه تو یک کس نیست که به درد انمی مملکت بخوره، به درد غم از این مملکت ما شما بخوره و یک قدم ماکم بگذاره. اما خوشبختانه امروزه عزیزای ما به می مفکوره رسیدن هستن که امروز یک نامه را ترتیب دادن در کانادا، البته این نامه ترتیب داده شده و در این نامه چیزهایی که ذکر شده ما بر شما میخوانم، حتی اسامی عزیزایی که در کانادا در این نامه ذکر شده من براتون میخوانم و نمبرهای تلفن بعضیشان هست، بعضیشان نیست، ضرورت نیست که بخوانم، اونا رو اسکیپ میکنیم که وقتان رو نگیره، اما نکات مهم امرای اسامی میخوانم. در کانادا عزیزا بسیار فعال هستن و همچنان در ترکیه و افغانستان عزیزایی که حتی از ایران، افغانایی که در ایران هستن، اسمشان در اینجا درج است و ما براتون میخوانم عزیزا. تنها جایی را که ما در این نامه میبینم که فعلا نوشته نیست نام، از 50 استیت امریکاست که من اولیش هستم که همراهشان همدست شدیم. میبخشین که صدا کم خشخش داره، این مایک ما فکر میکنم خراب شده، ما هر چندم که من این مایک خورده آف میکنم عزیزا، این مایک ما آف میکنم، ببینیم که کتازم یک مایک صدای ما آل چطور میه، اگر صدا مشکل داره که باز من
یک چاره دیگه کنم، چرا نمیخوایم که برنامه صدایش مشکل باشه. ببینیم یک مایک صدای ما آل چطور میاد، اگر صدا مشکل داره که باز ما یک چاره دیگه کنم، چرا نمیخوایم که برنامه صدایش مشکل باشه. خب من ایفون چرا ریپیت میشه در فیسبوک، اما به هر صورت خدا کنه که آل مایک ما درست شده باشه. اگر کدام مشکل هست برای من نوشته کنین، من میخوانم امی لحظه تا قبل از اینکه نامه رو بخوانم انشاءالله که مشکل صدا حل شده. و کم بهتر شد، یعنی واقعا کم بهتر شد، خوب بهتر شد. حال چطور شد؟ حال برای ما بگوین. من صحبت میکنم انشاءالله که ببینیم. و در این نامه ایزا بعضی هایش از سیاست های سیاسی امریکا ناتو است که در معلومات دادن که چقدر مردم از بین میرن، فقط برای همکاری سوپر پاور ها اینها بود که جنگ باز به حساب خود سوپر پاور ها مثلا جنگ دامن میزنن. و صدا ضعیف است متاسفانه. بله ما در یک بریک میرم پس میم انشاءالله که دیگه مایک رو باید استفاده کنم. حتما یک ثانیه صبر کنین، امی لوگو رو میگذارم چرکه بسته پیدا نشه، ما برمیگرم. خب انشالله که حال درست شده باشه. پناه ما به خداوند بزرگ که حال اگر درست شده باشه که ببینیم صدا چی رقم است. باشیم که یک تلفن جواب بتیم در اول برنامه. سلام علیکم دوست عزیز، شما بری خط هستین؟ صدای کریمه سوهل جان. تشکر از شما احمد زاکر جان، سلامت باشیم. خب بسیار عالی، خاطر ما جمع شد و صدا هم درست شد. خب عزیزا، باز هم گفتم چون نوشته ها انگلیسی است، ما هیچ وقت بر استاد ما بلند نخوندیم انگلیسی را دیگه. امیدوار هستم که اگر اشتباه میخوانم شما ددل نگیرین. پیش از اینکه ما این نامه را بخوانم فراموش نکنم که خانم فوزیه جان همچنان یک نامی بر ما فرستادن درباره اطفال افغانستان هستک و اونها 1000 امضا کار دارن، 1000 امضا کار دارن که تقریبا 700 و چند امضا جمع‌آوری شده و اینا دگام امضا کار دارن. سر از این موضوع باز ما براتون یک ذره دیتیل بعد از این که میخوانم میگم دیتیل میتونم براتون، اما شاید وقت نکنم که نامهشان امشب براتون بخوانم، در برنامه بعدی حتما باید بخوانم که. اما شما ایزا اگر میخواین که امضا کنین سهم بگیرین و حتما برام مسج کنین تا که ما بتونم بر شما ایمیلشان فورورد کنم و شما امضا کنین تا هفته آینده حداقل 1000 امضایشان پوره شوه که در مورد اطفال است، بسیار مهم است. اگر وقت داشتم و امشب میتونستم خب اونم براتون در انگلیسی نوشته است، میخوانم خداوند کمک کنه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند کمک کنه. ما تلفن های استودیو رو آف کردیم عزیزان،
تلفن ها رو آف کردیم، همه چی سایلنت است، تلفن جواب نمیتوم، صدای زنگ نمیخوایم مزاحمت کنه، فوکس میکنیم به نامه، نامه را میخوانیم، خدا کنه خسته نشین. و در امریکا، در 50 استیت امریکا فعلا مستم، ببینیم که بعد از این نامه خوانده میشه چند نفر از شما ایزا سهم میگیرین، نامتانه و شهرتانه در این نامه درج کنین، چرا که 5 ورق باید زیادتر نشه که باز مقامات بالا این نامه را نمیخوانن، سر تیر میارن، خدا نمیخوانن، زیاد میشه نمیخوانن، و اونم 5 ورق کفایت میکنن. و هر عزیزی که میخواید نامش در این نامه که میخوانم باشه، یا شماره تلفنش اپشنال استک، میتونه نام خود همراه شهر بر ما روان کنه و در این نامه درج میشه، زمینه میشه و بعد از او باز ما میفرستیم. بعد از اینکه نامه را خواندم، من انشالله در این هفته این نامه را به می رئیس جمهورایی که نامهاشان گرفته میشه حتما روان میشه. همه گی از اینا باید این نامه به دستشان برسه و بخوانن و یک کار برای مملکت ما شروع کنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. An open letter to Canadian Prime Minister, Honorable Mr. Justin Pierre James Trudeau. From Afghan civilians in Afghanistan, Afghan immigrants and refugees in Canada and around the world. Same letter to Hon Mr. Joseph Robert Biden, the new elect president of the United States of America. Dignity, Mr. Alexander Boris the Paphil Johnson, the Prime Minister of the United Kingdom, to Russia, Russian President Hon Mr. Vladimir Putin Vladimirovich, Hon Mr. Antonio Manuel D. Gutters. اوکی اس مایک میں کشش میں کہتا ہے مایک کشش میں میں فون چھٹ رہا ہوں مایک کشش میں کہ خدا کو نہ صحیح خدا ہو شاید سران باشیم که کجا بودیم. ولادیمیر پوتین را خواندیم، هان مستر آنتونیو مانیول دی مانیول دی گاترز، سکرتری جنرال آف دی یونایتد نیشن هان مستر دونالد تاسک، چالنجر آف جرمنی، دیگنیتری Mr. Angela Merkel, the German Prime Minister Hon Mr. Scott Morrison, the Australian Prime Minister Hon French President Mr. Emmanuel Jean Michael Friedrich Macron, Iranian President Hon Mr. Hassan Rouhani, and Pakistani Prime Minister Hon Mr. Imran Khan, NATO President Hon Jens Stoltenberg, and other honorable NATO members. The right honorable Canadian Prime Minister, Minister Justin Pierre James Trudeau. We as an Afghan civilian, including all ethnic and nation who live in Afghanistan, and all Afghan refugees and immigrants aboard all writing, with respect and your dignity and reputation recently in the world to cooperate and conjugate for stopping the bloody fight and peer pressure
war in our homeland, Afghanistan. In this crisis, every minute announced Afghan civilians, army, international soldiers, officers, and human-eyed works are dying, suffering, injuring, exacting, suffering, and disabling on the other hand, destroying our city, public and personal, buildings, cultures, history, and construction in Afghanistan. Who is responsible for all these actions? Human rights, Afghan governments, our neighbor countries, Pakistan, Iran, Russia. And more, or all other countries that are going to bring peace and regulation in this injured land, all region Afghan and displaced Afghans, immigrants who are living in United States of America, Canada, Europe, Germany, France, Holland, Bulgaria, Austria, Spain, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Russia, Australia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and other parts of the world. We are requesting and begin find the best solution of this bloodshed, war, and stop the pouring of Afghan and international blood in Afghanistan. There are a need to be honest about the USA, international security, and Afghanistan capability of contribute to tackle security challenges, and the government needs to be prepared to change its approach, not simply focusing on dealing with the symptoms of insecurity. It is unrealistic to expect that the official histories of the operation in Afghanistan, as recommended by the DC report Para 76, will be completed in time to inform this debate. However, we welcome the recommendation that such an official military histories be informed by diplomatic, foreign, and Commonwealth Office and Development, Department for International Development, respective, to reflect the comprehensive approach to stabilization operations. It is also imperative that this and other operation be assessed in the strategic context of the war on terror and UK efforts to counter violent extremism, and those lessons are learned and implemented. Despite these hot cast, the situation on the ground is much worse than a couple years ago, because the Taliban and ISIS and insurgency has made progresses across the country. It is now very difficult to work outside the cities
or even more around Afghanistan by road. The insurgents have built momentum, exploiting the shortcomings of the Afghan government and the mistake of the coalition. The Taliban today are now a national movement with a serious presence in the central, north, south, east, and south of the country. Persian bases are completely assaulted from their local environment and unable to protect the population. Persian forces have by now been in Afghanistan longer than the Soviet Red Army. Politically, the settlement resulting from 2001 intervention is unsituationable because the constitutions of the ISIS, Taliban, and other terrorist groups, the most violent expressions are not represented because the highly centralized constitution goes against the grain of Afghan tradition. For example, and especially specifying national election in 14 of the next 20 years for a process of political negotiation to have a change of addressing the significant core governance and political inequalities it most occur on multiple levels among the countries that neighbor Afghanistan, as well as down to the provincial and sub-district. The various tables around which negotiations need to be held are important to reverse the message and the reality. Those discussions about Afghanistan's political future must include all parties and not just be quick fix deal with members of the insurgency. You are aware of that every day is suicide bombing and explosion, rockets, bullets, and other weapons attack in Kabul and other parts of Afghanistan. This is easy to Google and search for the recent attacks and fresh news from this region. Afghanistan to see and know what is going on to this nation and country. We have no opportunity and power to assess these people, and we do not want power, ranks, or seats, just writing and expressing our ideas and thoughts. Finally, our final wish is to stop this bloodshed war. It's over 40 plus years, April 1978, of fighting and executing, disabling, killing, and destroying this country and nation. On the other hand, worldwide financial materials, goods, and other assets, people, or all other countries around the world are providing assistance is
not going to need people to use for proper infrastructure. Unfortunately, and unluckily, it is corp stolen and missed by most high ranks of the current government. Please take this issue in your honorable and deep official consideration. We are looking forward to your cooperation and assistance in this regard. Much appreciated in advance. Thanks and best regards. عزیزایی که در این نامه‌شان ثبت است میخوانم، بسیار معذرت میخوام که من نامه را پیشخوانی هم اجرا داشتم، مجبور بودم بخوانم شب، بسیار شاید غلطی خوانده باشم، اما از همون خبرنگارای چینایی شاید بهتر باشد، شاید فهمیده باشین چی نوشته است، اما بسیاری چیزا را حتما فهمیدین دیگه، معذرت باشه. از ادمنتون کانادا محترم انجینیر محب جان، این را عرض کنم خدمتتون که آقای انجینیر صاحب محب این نامه را نوشته کردن و اینا در قزاقستان با ما آشنایی هم داشتن، بسیار شخصیتی که ما واقعا گارانتی میکنم مثل برادر خودم، و تلفن ایمیل آدرس و اینا هستن. پروفسور عبدالخالق جان راشد، سلام احترامات خود به اونا میرسونم که اونا هم در قزاقستان با ما بودن، بسیار شخص مهربان با تمام مردم مهاجر رفوجی و بسیار خاطرات خوش داریم. انجینیر محمد عارف مشفق، انجینیر عنایت الله قاضی زاده، اینا از تورنتو کانادا بودن. عبدالصبور صافی، سیفعلی شیرزاد، احمد عزیز بابا خان، عبدالفتاح کوهستانی، محمد کمالی، محمد ابراهیم عباسی اند محمد صالح همراه اند سو آن. از افغانستان عزیزی که در این نامه سهم دارن، دکتر رمضان بشردوست کابل افغانستان، پروفسور جنرال دوست محمد کابل افغانستان، پروفسور دکتر محمد طاووس موحد کابل افغانستان، محمد عارف یعقوبی استانبول ترکی، دکتر محمد نعیم نوری تهران ایران، پروفسور محمد صدیق افغان کابل افغانستان، مس بلقیس افغانستان. If it's necessary, I can provide phone numbers for below as well. رحمت الله ایماق تورنتو، عبدالخالق صاحب دل ونکوور، سید اشرف سادات کلگری، محمد سلطانی تورنتو، جمال الدین منصور تورنتو، حشمت الله منصور تورنتو، همایون لطیفی، عبدال ودود حسنی، پرویز محمد پرونتا این منتریال، همه گی در کانادا، فیض الله کمالی وینیپگ، and so many more people are available. All the initials, signatures from Afghan refugees around the world to support this request are available upon request, which include of the Canada, United States of America, Europe, Asia, and Australia. Again, we do not want any power, seats, or ranks, unless required. We only want peace, peace, no war. But peace in Afghanistan, with the best hope and regard. این نامه بود که محترم انجینیر صاحب عزیز آماده کرده بودن. با تلفن ها را وصل میکنم ویزا، اگر دوستایی میخوان زنگ بزنن. من میفهمم که در خواندن بسیار اشتباه داشتم و زبان مادری نیست، علاقه هم انگلیسی چقدر ندارم، و دسته که در تلویزیون با زبان دری خودم هستیم دیگه پرکتس اصلا نبود و من مجبور بودم که بشه بیرم بخوانم.
همین متن به زبان دری هم نوشته شده، هفته آینده انشاءالله براتون ایرم در فارسی شم میخوانم از روی ورق. و این نامه است که باید به تمام از امیر رئیس جمهورا روان شود. موضوع نامه را حتما فهمیدین، شنیدین ایزا، و فقط در مورد صلح است و استاپ کشتن هست که مردم را نکشن، خونریزی را بس کنن، قتل را بس کنن، قتال را بس کنن و یک آرامی در افغانستان بیارن. و این نامه بسیار مهم است. در امریکا ایزایی که هستن در همین 50 استیت، اگر میخواین که همین رقم نامهایشان در اینجا درد شوه، ایمیل آدرستان بر ما همراه نامتان، نام شهرتان بر ما بفرستین، در شمارهی که وزیر صفحه میبینین بفرستین و ما اسمتان همه گیره درج میکنیم. انجینیر صاحب زحمتش میکشه، اینا رو نوشته میکنه، درج میکنه و بعد از او باز آماده که شد، کامل که شد، هر چقدر بیشتر باشیم اما که بهتر هستن. و این نامه را به جاهای بالا ما میفرستیم، از رئیس جمهور آمریکا بگیرین تا روسیه، اروپا، ایران، پاکستان، افغانستان، همه جای این نامه میره به دستشان و اینا مطالعه میکنن، میخوانن و انشالله که یک رای حل را در این موضوع بگیرن. باز هم اگر عزیزا درخواست دارن که این نامه را برشان ایمیل کنیم، خودشان بخوانن، هنوز چی بهتر. ما بسیار دوست داشتم که یک نفر در اینجا باشه، در اینجا تحصیل کرده باشه، از طفلیت در امریکا بوده باشه و این نامه را به مو پروفشنال، به مو سیستم خود همینجا بخوانه، اما متاسفانه به خاطر کرونا کس حاضر نمیشه به استیدیو بیا قدر و مجبور بودم که خودم قطع وصل قطع وصل بخوانمشه. بازم اگر یکی دو مرتبه دیگه بخوانم شاید رو شوم، اما چون بدون از اینکه پیشخوانی کنم این نامه رو برای شما جرأت کردم خواندم، دیگه معذرت ما رو بپذیرین جایی که غلط بود. و همچنان نامه‌ای که خانم فوزیه برای ما فرستادن در ایمیل ما، اون نامه رو من هفته آینده میخوانم به خاطر که دیر وقت شب هسته که باقی عزیزا حتما استراحت میباشن، اینا فردا کار میرن مردم، به اون خاطر نمیخوایم که اگر خودشان میخوانن یک زنگ بزنن. خانم فوزی اگر برنامه رو میبینین یک زنگ بزنین. ای افغان لیوز هسته برای چلدرن، 737 نفر تا بال امضا کرده، اینا ضرورت دارن که 1000 نفر باشه به خاطر از نمی امضایشان، امضای شما ایزا ضرورت است که 1000 نفر باشه و انشاءالله که 1000 نفر پوره کنین. هر کسی که لینک ازیره میخواه برای ما مسج کنین، یا در فیسبوک میگذارم یا در براتون با تلفن‌هایتان روان میکنم و شما میتونید در تلفن‌تان داخل شوید در ایمیل و اینجا آپشن میتر sign petitions. Today Fauzia is counting on you. اینا بر من نشسته شده، ما این رو باید sign کنم و sign هم میکنم. فوزیه جان شمس ضرورت داره که به خاطر children's حمایت از طفلا اینا، من این نامه رو باید بشینم بخونم و بعد از اون برنامه براتون بگم. این بود برنامه امروز که باید دیره ثبت میکردیم بر شما ایزا. و هر کسی هم که همیل از کامنت داره، صحبت داره، من در فیسبوک ایزا رو زیاد نمیتونم دیده، دو سه نفری هستن، من نفهم فیسبوک چی پرابلم داره، چی مشکل داره، دو سه نفری هستن که تنها اونا رو میبینم، کامنت هیچیز خواندن نمیتونم. و اگر میخواین که زنگ بزنین، دقایق منتظرتون میباشم، نظرتون رو در این نامه بگوین. و مخصوصا عزیزایی که رتبه‌های بالا دارن در امریکا، انجینیرها، دکترها و رؤساها، اینا بسیار مهم هستن که نامشان در اینجا درج شوه و بر زمین رئیس جمهورا این نامه روان شوه، به خاطر که امروزه همگی ما شما شاهد هستیم که هر روز انتحار، انفجار و قتل است و ما و شما هم راحت نشستیم در کشور خارج. باور کنین، این رو من دوباره برای شما عرض میکنم که ما خودت ای او کسایی که در خارج از افغانستان هستیم به این چیزا هیچ ضرورت نداریم. نان ما میرسه، آب ما میرسه، خانه ما میرسه، شکم ما سیر هست، جنگ نیست، جان ما در امان هست، اما اینمی زحمت را میگیریم، اینمی کار را که میکنیم به خاطر اون مردم است که در اونجا خونشان میریزه بیگناه و ناحق.
پس دانه دانه از ما و شما مردم وظیفه داریم که اگر من امروز این نامه را اشتباه خوانده باشم، اینمی وظیفه ام بود که من اینمی نامه را اینمی رقم به سهم شما برسانم. بعد شما خودتان میتونید که نامه را با درستش بخوانید تا، اما من این کار کردم و از هیچ چیزم خجالت نمیکشم که اگر خط وصل شد، اگر هر چیز شد در لفظم خجالت نمیکشم، به خاطر که این نامه را من نوشته نمیکنم، دیگه کس نوشته کرده، نوشته میکنه و روان میکنه. من تنها در برنامه برای شما ایزا خواندمش که آیدیا نظریه داشته باشین که در نامه چی درج شده و تصمیم بگیرین که شما میخواین که در این نامه سهم داشته باشین، نامتان رو نوشته کنین و نام شهرتان رو نوشته کنین یا شماره تلفنتان رو، با خودتان است. میبخشین من از وایبر یک خط دارم، فوزیه جان شما هم زنگ زدین، یک دقیقه اگه ببینم وایبر اول جواب بتون، بعد از او باز من تلفن شما. درسته تشکر شما. تشکر شما. خب من فوزیه جان در میوت ماندم. از وایبر شما برای خط هستین، سلام علیکم، صحبت کنین. شما صدای مرا دارین از وایبر؟ آه نه، در هولد رفتم. خیمه باید فوزیه جان شماره شما را قطع کنم. دوباره فوزیه جان باز زنگ بزن. شما از وایبر صحبت کنین، برای خط هستین. شما در هولد باشین، ای دقیقه باشین. سلام علیکم، ندرکان. سلام اترام خوب باشین. افتخار میکنی پس نگو یک اشتباه خواندی هیچ کس در اشتم مادر در بعض مادر بازی های انگلیسی یا فرانسوی هر لسانی که هستک حتی همی دری هم خودش یک چی داره. نه من خودم هم احساس میکنم که بعضی چیز اشتباه بود. خب به هر صورت خیر باشه، بفرمایید. هیچ وقت نگو اشتباه نخواندی، یک اشتباه هم از ما برزو دیگر قبولش داریم. آفرین دیدر قند که توی قدر فکر خوب داری، فکر روشن داری که در فکر چی چی گفا می باشی. من شخصی سخت افتخار می کنم. سلامت باشم، شما زنده باشم. بسیار خوبشم خواندی، آفرینت، صد آفرینت. یکی در درنت گفت بود که صدای قد وصل می شود، تو مسئله هم درنت بود. و خوب متوجه بود در گفایی. سلامت باشم. اون مسئله هم درنت بود. دانه دانه، اگر ما مردم که خواهم این مرد داشته باشیم، دانه دانه کنشم. گفتی. تو تیز نگو دیگه کس نفهمه. بسیار خوبش گفتی، من نظرستم کست با کل صحبتهایت خدا جان جور تن سالم بدید. همیشه من فرق باشی فقط از ما یک دوار من فرق آمد بودی، من فرق آمد بودی، من فرق آمد بودی، من فرق آمد بودی، من فرق آمد بودی. یک جان سپاس، تشکر از خدا حافظ شما، وقت شما خوش. سلام علیکم، شما بری خط هستین، بفرمایید دوست عزیز. سلام سوال جان، چطور هستین؟ سلام احترامات خدمت شما، خوب هستین؟ اول که تشکر یک جان به اندازه جا تشکر از تو پروگرام اول تام میکرو خواهش میکنم. خواهش میکنم. مطلب ما گرفتیم در نامه که نوشته شده بود من. فقط اینمی برداشت معنی بوده که یک سال هم ما میخواییم بله. این خوندوزی رو بس کنیم دیگه، ما از تمام کشورهایی که نامش شما گرفتیم از اونا سفادا میشه که یعنی انی خوندوزی را کمک خواستیم از بهشان که این خوندوزی را در افغانستان برای ما کمک کنیم، خوندوزی را یعنی استاده کنم. این مطلب در مجموع اینمی مطلب بود. دیگه میشه که سوال جان که میگوشید بگیری من نمره تلفن خود را برای بیتم اگر نمره شما همی که بس برای تلفن آمده همی هست آی نمی نمره تلفن من یاد داشت میکنم این همی نام مام نشته تو ایر ارخ اگر با پرچی نشته میکنین یا با انگلیسی نشته میکنین من انگلیسی برای تان میگم Z-A-R-F-I-N-A بله تخلص میکنم باره فیل B-A-R-K-K-H-A-I-L بله دیگه یعنی دیگه تلفون پیشتون هست بود برای من نام منشته شهر که هستین میبخشین شهر من روچستر نیویورک نیویورک بخاطر از دیگه روچستر نیویورک R-O-C-H بله E-S-T-E-R New York نشتش کنم خیلی باشه
پروسسور نیویورک هم درست است. بخاطر اینی که ما از اینجا خستشتیم هرکت کرد جنگ خستشتیم ما زیاد پروبلم ها را تیر کردیم، ما زیاد جنگ ها را تیر کردیم، شخصا خودم به حق خساره دیدیم در جنگ ها، زیاد رنگ کشیدیم، زیاد خسته شدیم. دیگه ما از این خود اولین کسی که باید بکنم و کسان به این نمال خدا بدن که جنگ ها را تیر کردم. ما به حوث از افغانستان نبر آمدیم، ما به جنگ زده زده گفته اگان خانه و ایران شده از همه چیز از افغانستان بر آمدیم، به نام دروغ از افغانستان نبر آمدیم که بگیم بریم امریکا سات ما کشیم. همه ما را وطن ما را کشید، وطن ما را اقرست کسی که از سات که نتونستیم که ما تعمل کنیم در افغانستان. دیگر این خاطر از کسی که میخواید که صلح بیارد از خونریزی خسته شده باشد، عزیز خود از دست داده باشد، اولاد خود از دست داده باشد، باید تو در قدم هون نام خود را بشنه کنه از خونریزی بس کنیم. بسیار خسته شدیم از خونریزی، ما تقاضا میکنیم از تمام ممالکی که دیده خلصن در افغانستان، ما ممال ملل بتریم از خداوند تقاضا داریم که نمیکاره کنن خونریزی را بس کنن در افغانستان. یک جان تشکر از شما که از پروگرام نیست از این فعالیتتان خداوند خوشی های جهان دارد. تشکر از شما، وقت نمیگیرم بیاد را که خدا خوش باشم. سلامت باشم شما همچنان. تشکر از مهربانیتان. خدا حافظ شما. سلام علیکم، شما بری خط هستیم، بفرمایید دوست عزیز. سلام علیکم، شما بری خط هستیم، صدای مرا دارین؟ سلام علیکم سایجا، سلام برای شما، شما خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خواهش میکنم. سلام علیکم. خوش شدم که باز دوباره در برنامه تون آمدین لایف. نمایی تشویش نکو بیاده جان. نه. خواهش میکنم. یه تشویش نمیکنیم. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا حافظ. من واقعا یادآور شدم. خب سلام علیکم، شما بری خط هستین دوست عزیز، بفرمایید. فوزیه جان بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلامت باشین. تشکر از اینکه چانس دارید. سلامت باشین. ان شاء الله این دوستای ما هم شان که ساین میکنه به پتیشن بله. راستان با دفتر ملل متحد الرت میره به هر سیگنیچر که نام میکن سو مامی تقریبا نمی خط یک ماه پیش ما نشته کرده بر روان کرده بودم قسمی که شما دیدن 758 سیگنیچر شده. بله من اینجا در کامپیوتر دیگه کال دارم افول که نام کنن من خب. بر شما همی چیز که در انگلیسی نشته کردم میخوانم برسا. بسیار لطف میکنین ما خانم فوزیه، ما در کامپیوتر میبینم 758 نفر ساین کردن از 1000 نفر و بسیار خوشحال شدم که شما زنگ زدین که میره بخونین. انشالله که دوستان مشنون امی نامه را عوض که ما بخونم اینا خودتون میخونین. میره بانی بفرمایید. Okay, so decades of war have been ravaged the human spirit of every Afghan as soon as they understood their surroundings and their five senses. The public know there are many hands at play pulling the strings, often cutting of the governing body. They're content with their livelihood and live each day as if their lives are in danger. They've grown to become numb and ignore their human awareness of the situation at hand. Just like every human being in the world, although entitled, they beg and hope each passing day for living in peace. One generation after another, they get stripped of their basic needs, robbed of their rights. The voice to ask what every human being deserves, to wake up to a day where one doesn't have to think if they can make it home alive, getting targeted if one questions authority, or having to face dire consequences for voicing one's opinion or questioning the current events. The older generations perhaps was more submissive in abiding to the laws that violated their rights. The new generation, however, has more access to the truth through many chat channels made possible by the World Wide Web. The more they are armed with more knowledge of the past and are more equipped to tackle the situations that threaten the very fabric of their freedom and peaceful living. The youth are the pillars of our nation, and slowly those pillars are getting chipped away one brick at a time. The enemy has long targeted any outlet that threatened their hidden propagandas.
They continue to do so by bombing schools, universities, and now taking lives of young reporters. They keep suppressing the nation's voices. Their collective voice screams for peace. Peace is every human being's right. It shouldn't be a commodity. We urge you to please provide protection for the pillars, the nation, the only voice the frail body of a war-torn nation has. Schools, universities, news agencies need protection. Our people have made too many sacrifices. We don't want any more bloodshed, specifically the youth. تشکر. کمک در می باره برای بیننده اگر فارسیش هم معلومات بتین که چی رقم دسترسی پیدا کنن و در یک معلومات برای بیننده بتین که همین یک 300 چند نفر هم پوره شد و خیر برای شما که امضایتون. بله، تشکر، سلامت باشین. همین خود همین عریضک و اصطلاح در ملل مقاید داده شده. بله. مقصد شدی است که همین بر سفلای افغانستان است، خوصا یتیمایی که شدن. بله. و اینا نتانستان که به اصطلاح مکتب برن و قرار که به اصطلاح ریسرچ میکن کل دوستای ما اینای ما میفهمن که اسکول به قدر کافی اسکول نیست در افغانستان. بله. و بسیار درهای دور است، در جای دور اسکول است که اینا بس باید باشه که برای یکی وسایلش نیست که اینا مکتب برای دیگه این که در یک مکتب مثلا دستار یک میز شش نفر میشنه باید دو نفر بشنه، در یک کتاب شش نفر درس میخونه و در روی زمین اینا درس میخونه که شمال میشه برف میشه تفلک ها نمیزنن. این امیر ما درخواست کردیم خوصا امی بعد از شهادت یما بسیار یک چیز بسیار مهم بود که باید ملل متحد ببینه که به این جوانای ما که صدای خود قیل میکنن بلند میکنن به خاطر عدالت اینا باید که از بین نرن. یکی از نشان اعظم خود ملل متحد ما اعظمی میخواییم و دیگه ای که سر اسکول مکتب سر خود مکتبای افغانستان باید اینا فشار بره سر وزیر معارف که نگینه است و خیال نامش که بسیار یک خانم بکفایت است، ببخشید که من گپ نمیزنم، باید این وزیر معارف باید از اینجا پس شود. این بسیار منعیفم طالبی است، چی است هرچی که هست، این طبقه جوان ما را اشتکار اولادار را در این غلق صرف میتن و ما میخواییم از ملل متحد که کل دوستای ما از فیسبوک اینا هم کلگی کمک کردن که باید که توجه جدی در اسکول در مکتبای شاگردا بخیر شود و کمک کنند. کمک کنن، امدفع انشالله ما چی می باشیم در مرجعی درست برای کمک های ملل متحد. تشکر سایر جان از تمام زحماتی که می کشن در ایسی افغانستان، خصوصا در ایسی اولادای مظلوم افغانستان. قربان یکایی که شما، شب شما بخیر. از چیزی که دارین در که میرین افغان لایف، افغان لایف نام پتیشن هستن کنم چه میتونین تنها نامتان و لست نیمتان و ایمیل آدرس تانا چی کنین همجا نشنا میکنین خلاص. اگر مثلا اگران دوستای ما کمک مالی گلن اما کمک مالی ایچ مهم نیستن، اینجا مهم است که بکنین تنها نامتان درچ میکنین دلیلی که چرا اگر بتانین که نشنا کنین دلیلی که چرا میخواین که من سپورت کنین یا می پتیشن سپورت کنین دلیلش بگین خلاص دیگه. بله، بسیار معلومات خوب، تشکر میکنم از شما. تشکر از وقت سلامت باشید. میخواهش میکنم. سلامت باشید. جان سپاس. تشکر از شما. شب شما خوش. خداحافظ. خداحافظ. خدا. خب بسیار کار نیک شد خانم فوزیه، خودتون نامه را خواندین، بسیار خوب، مقبول و بدون اکسنت بسیار زیبا نامه را خواندین و این نامه عیزا در ایمیل هست. گفته خود خانم فوزیه جان شمس نامتان، لست نیمتان، ایمیل آدرستان نوشته میشه بر همی نامه که نوشته شده. سلام علیکم، شما بری خط هستیم بفهمه؟ بله، سلام علیکم سیدان شکر. سلام، احترامات خدمت شما، خوب هستین؟ شما خوب، خیلی خوب. سلامت باشین، زنده باشین، یک جهان سپاس، خوشحال هستم که شما رو دارم. سلام علیکم، سلام علیکم، بله بله، صدای مبارکتون رو خوشحال میشین که به شما میرسن. چرا که عروس تلفن میکنم؟ بله. یعنی عروس نیه، یعنی برنامه که باشه. بله دیگه، در برنامه
داریم شما کار بسیار نیک میکنیم، بسیار کار خوب. برنامه ها اختصاص داره با شما مردم، میگم من خود نمیشینم اینجا خودم بر خودم زنگ بزنم، خب طبعا باید شما بیننده ها زنگ بزنن. بله بله عزیز، تشکر جان قلب نرمارا که وعده کرده بودیم که یک نامه در کانادا دوستان بیشتر کرده و شما وعده کرده بودیم بر بیننده های تلویزیونی سویل و بهار همی وعده ای که بجای کردیم افرین و همی کسی که وعده خود وفا کنه بیترین انسان هست، بیترین انسان ها و شکستایی هستن هم از نگاه شرعی و هم از نگاه اجتماعی که با وعده خود وفا کنه. تشکر. این که شما نامه را خواندیم و گفتیم که بسیار چه بود که شکسته شکسته خوانده شده سوی جان خان مطلب ما فکر میکنیم هر کسی که شنیده مطلب گرفته و فهمیدیم که هدف در این محتوای نامه صلح هست، صلح در افغانستان. واقعا خارجی فهمیدن ما فهمیدیم که و دوستایی که نمایم دوش بعضی های شما میشناسیم مثل پروفسور سید خانی رشید زمرای مایر شده کامتون بود قبل دریافت کامتون بودیم و دوستان بود دوستان بود دوستان بود کامتون نیرو جوای اگلای نیرو بگیدی بعد از اون شما گفتیم که به پلکستان رو بدن دیر شده که اوالش دیگه نداشتیم فرمیدیم باشیم به کانادا است. بله. بعدم بسیار شریف و بعدم بسیار محتم دوست. واقعی. بعدم مثل رمضان بشار دوستی یا پسانی و تن پرسی انسانی و تن دوست است. بله. دیگر بعد دوستایی دیگر. دیگر این که هدف صلح هست و از این بخاطر صلح و سوریجان میفهمیم که افغانستان چیل سال در جنگ نیست و در چیل سال که در افغانستان جنگ است و هر روز پشته، هر روز پشته، تا با کهی پشته، تا با کهی بمریدی، تا با کهی دربدری ویرانی وطن. ما خود شخصم، شخصم که به خاطر صبح باشه همی جان خود فدای وطن، فدای هم وطن خود، فدای افغانستان حتی که فدای بشر در اخیری تحلیل میشه و به خاطر افغانستان که باشه ما نامه چی که هر کمکی که از دست ما شوه به دیگه دوسته هم از من نیدیم که شما تلیفون میدیم و اینا باز کار خود شما نستم و شخص خود ما نایم نارا در اونجا رو مشتا کنیم پس هم بری کنیم نیدیم نایم خود و چی خود هم شعر خوده که در میگیم حتی خود هم بایستم در اینجا و دیگه بسیار کار خیر است به نفی به دلیل که ما میبینیم که ولی هیچ کدام هدف نیست، کدام هدف شخصی یا مثلا بخاطر مقام یا چوکی یا بخاطر چیزا هیچ نیست. ما اصلا تمام هموطن های خود از طریق تلویزیون شما ما صدا میزنیم، صدا میکنیم که دوستا افتاد های محترم اصلا که ما نیستم که ما خانه ما احساس داره شکنم که احساس داره یا نباید ایرا چی کنم های خود روان کنم و تقاضای ما از رئیس جمهورایی که نمایشان شما گرد این کشور های نمیشن گرد با صدای افغانجین ما با صدای افغان های ما که در جمع و تدرج شده نیده که از جمله شما است و پیشتر خانم ما بر شما زن کرد بله با توجه شده باشه بله بله شنید که بسیار ما متدرج شده که حتی یک اولاد خودم مثلا در اونجا از دست دادیم البته در جمع بعد از ایش اولادم در خانه ما نشده و بعد از ما و خانم ما نمیشه بسیم ولی ما حضیر با خون خود و جان خود صبح در افغانستان به ما حضیر و آماده است. تشکر سلامت باشم و دیگه دوستم خواهش میکنیم که صدای افغانهای ما خانهای و تنگوشت ما نبای کنویه و
بسیار تشکر از شما. تشکر از شما. انشالله که نوشته کردم باز در این نامه درج میشم. بخیر. جوانی وطن وطن دوست، انسان دوست، افغان دوست هستیم که برنامه و برنامه را پیش میبریم و صدای مردم و صدای صلح را بزنیم. خاطر صلح را بیشید گفتم از ما از سر خود از جان خود و تیر هستیم و مفکر وطن ما یک صلح دارم واقعا بسیار تشنه صلح هست افراد افغانستان تشنه صلح هست راست نیم، بله خود نگرنج دیده هست و خود نگرنج دیده هست و خود نگرنج دیده هست بسیار زیاد. بریده وقتان نمیدیم. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا چیزی تان. خدا حافظ شما. با امان خدا. با امان خدا. خدا حافظ شما. سلام باشین. در فیسبوک یعقوب جان مجرد روکی. سلام گفتن سایل جان. سلام برای شما دوست عزیز من. تو اندیان پرایم منستر مودی. بله. او را میتونن اد کنن در نامه. و یعقوب جان گفتن که send a copy to ایمیل آدرس خانوش نکردن. تشکر. من ایمیل آدرس رو در فیسبوک دارم حالا اینجا پیش خود یادداشت میگیرم و اگر میخواین که نامتان عد شوه لطفا برای من نامتانه شماره تانه و شهر که زندگی میکنین بفرستین لطفا که من اینا رو همه گیره میفرستم کانادا. این نامه در این نامه درج میشه نامایتان و بعد از اینکه نامه تکمیل شد در 4-5 روز یک هفته ایره باز ما دیگه شروع میکنیم به روان کردن انشاءالله که البته در امریکا و وایت هاوس و یا مشکل نداریم. ما خود نامه را پرنت کردیم در داخل از این فولدر گذاشته بودم که آلومینه ایره هست پرنت کردیم آماده که ما ایره حتما هم نامه را روان میکنم و همین که ایمیل میکنم براشان نمیذارم که از هر طرف سرشان چیز میکنم و عزیزایی که در کانادا هستن تک تک ما و شما عزیزا باید انمی نامه را از ایمیل های خود بفرستیم. بسیار خوب میشه و هفته آینده ما حتی تمام معلومات کاخ سفید ایمیل آدرسشان، میلینگ آدرسشان، شماره تلفنشان از سازمان ملل همگیشان و صفحه تلویزیون براتون میگذارم و شما یادداشت میکنین و در برنامه قبلیم گذاشتیم. اگر شما مثلا برنامه قبلی در یوتیوب در تلویزیون بهار تماشا کنین میتونین معلومات بگیرین و حتی میتونین گوگل کنین. در گوگل میتونین که وایت هاوس و اینا را آدرس و ایمیل و شماره هاش را بگیرین و همین نامه را از ایمیل های خودتان بفرستین. ببینین عزیزا پیشتر هم عرض کردم در برنامه قبلی خودم عرض کردم خدمتان شخص خودم، شخص شما، شخص انمی انجینیر صاحب عزیز، انمی انجینیر صاحب محترم آقای عبدالخالق جان و عزیزایی که در این نامه نامشان بودن هیچ کدام اینا ضرورت ندارن که وقت خود در این نامه بگذارن وقت خود ضایع کنن. همگیشان شکر خدا به خارج رسیدن، خانه دارن، شکمشان سیر است، موتر داریم ما و شما، دست ما به دهن ما میرسه، دست ما دراز نیست، جان ما در این مملکت ها سیف است، اما فکر و ذکر ما اونجاست، برای اونجا باید چی کار کنیم. میتونیم هر هفته بشینیم برنامه بگیریم گپ بزنیم سر برنامه، الان یک ساعت برنامه پوره شد برنامه را اینا سیف کردیم، ثبت کردیم، بزنش در یوتیوب، بزنش در فیسبوک ها که باش من تماشاچی پیدا کنم. من روز اولم در این برنامه براتون عرض کردم که من به خاطر از این نمیشینم که هر روز برنامه هر هفته سر از این موضوع بگیرم و در سوشال میدیا بندازم و که تماشاچی پیدا شوه. نه خیر، ما میخواییم که یک هدف داشته باشیم و به هدف خود برسیم. هدف ما رسیدن به مملکتی بود که جنگ نباشه، رسیدیم. هدف ما حمایت از جان خود ما بود، در یک مملکت رسیدیم که سیکریتی ما و شما قوی است، الحمدلله. کسی بگه کسی دیگه هم پلوق زده نمیتونه. اما هدف دیگه ما چی است؟ آیا هدف ما اینه میست که بخوریم و بخوابیم و چکر بزنیم و بگردیم و هر کاری که دل ما میشه بکنیم و فراموش کنیم روزهای تلخره که در قبل داشتیم؟ آل او عزیزای نمی مشکلاتی را که ما داشتیم در راه اونا دارن، پس باید صدای از اونا را ما بلند کنیم، دست از اونا را ما بگیریم بلندشان کنیم.
و این می راه است. ما نمیخواهیم که شما پول مصرف کنین، ما نمیخواهیم که شما پول برای تلویزیون بفرستین، پول برین کار کنین، پولتون رو بیارین اینجا روان کنین. نخیر، شما اسمتون رو درج کنین، نامه رو بگیرین، روان کنین برای زمین رئیس جمهور. از شما ها هیچ چیز کم نمیشه، هیچ چیز ازتون کم نمیشه. ما فکر نکنم که کتی یک ایمیل کردنتون و این می نامه رو بسیارا مثل ما وار. اصلا ما خودم اینم این عمر اگه برام میدادی که من نشتا میکردم، من بلد نبودم چی رقم نشتا کنم. میتونستم برم به فارسی نشتا کنم، کلشه زبان خودم است، او را در گوگل انگلیسی ترجمه کنم، روانش کنم. درست است، اما خدا میدونه در داخل از چی رقم گرامر میامد، چی رقم اشتباه میامد، چی رقم درست میامد، چون توانش نداشتم، ندارم و مصروف بودم. اما یک انسان دیگه که زحمت کشیده همین نامه را مهیا کرده برای ما و شما. نوشتن، یک گروه جمع شدن مردم افغان ما که از اینمی خونریزی و جنگ خسته شدن و از بدبختی در مملکت ما خسته شدن و همین نامه را تهیه کردن برای ما و شما. آل لغمه آماده به دست ما و شما هست که ما میتونیم این لغمه را به دهن بزرگا و رئیسای مملکت‌های دیگه برسانیم. و نه کدام جرم است، نه کدام قتل است، نه کدام کشتار است که ما میخواییم مرتکب شویم. ما حتی جلوگیری میکنیم از این موضوع قتل و کشتار و بدبختی. پس خواهش میکنم که همگی شما ایزا سهم بگیرین. ما در این نمیگم که آل شما برای ما در لایف زنگ بزنین و جر 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 نه، در این خاطر نمیگم. این برنامه که خلاص شد دو سه روز دیگه داریم، زنگ بزنین سهم بگیرین. از امریکا 50 استیت داره، 50 استیت داره. یک استیتش کالیفرنیا است که نام ما درج میشه دهش، یک استیتش هم اینا نیویورک است که نام همشری ما دهی درج میشه، یک استیت دیگه هم اینا باز نیویورک است که نام از برادر ما درج میشه. درست، فعلا ما از کل 50 استیت امریکا از دو استیت ما نام داریم. شما فکر بکنید که چند میلیون افغان دهی امریکا زندگی میکنه و دو نفر جرات میکنه که ده اینجا نام خدا بده. دو نفر. اگر بگی که پیسه بتی، خب ما پیسه نمیگیم بتین، اما نامتان رو بتین، ایمیلایتان رو بفرستین که براتان این نامه ها روان کنیم، روان کنیم در جای بالا. به درد اونه اون مملکت شما میخورین. صدا و این قدم اول ما شماست. خداوند گفته از تو حرکت، از ما برکت. ما نمیتونیم در خانه بشینیم، خداوند نان و روزی رو بیاره دمی دان و تخته کنه دمی درون و کلکینای ما پرته. باید برای این زحمت بکشی کار کنی تا اینکه روزی پیدا کنی. و خداوند گفته از تو حرکت، از ما برکت. ما حرکت میکنیم. اینه ای که خداوند با ما چقدر همراهی میکنه، کمک میکنه، یاری میکنه، الله اعلم. خداوند خودش میفهمه و ما به مو ایمان داریم و میفهمیم، عقیدام داریم و میفهمیم که کمک میکنه. هر چقدر کو بلند باشه، بازم سر خود یک راه داره، میتونه آدم دمو کو بالا شده. یعنی اتو نیست که تو یک راه از کو را پیدا کرده نتونی و بالا شده نتونی. و هر سربلندی باز یک سرپایینی هم داره. حالا ما شما در این سربالایی قرار داریم، با مشکلات بالا میریم، خط نشته میکنیم، صدا میکنیم، فریاد میکنیم، داد میزنیم که به داد مملکت برسیم، به داد مردم ما برسیم. اما باز یک سرپایینی هم داره که اگه باز با خیال راحت شما هم تو بدون از اینکه نفستون بسوزه، بدون از اینکه خسته شوین، بعد از سرپایینی بیاین تا شوین و آرام زندگی کنین، نسل آیندهتون آرام زندگی کنه، جوانایتون تحصیل کنه، جوانا در افغانستان زنده بمونن، نمرن، خونشان ناحق نریزه. اینمی سختی زندگی است که ما و شما میخواهیم با گردن بگیریم و از همینجا شروع کنیم. اگر بخوایم ساکت بشینیم و فقط بین در برنامه یک ساعت هر هفته برنامه تکراری، حرفای تکراری، صحبتای تکراری به درد ما شما نمیخوره. اگر میخوایم در یک راه پیش بریم که تا اگر سیاست باشه، از اینجا قدم بگذاریم و عملی پیش بریم. با صحبت نه، عملی پیش بریم. و راه های درستش را پیش بریم که همیال اینمی خانم فوزیه برای سازمان ملل اینمی سایت جور کرده و تقاضای 1000 امضا داره که 758 نفر شما در اینجا میبینم که بعد از اینکه پروگرام خلاص شد خودم اینجا ساینن میکنم و امضا میکنم که امضای من باشه و یک نفر اضافه شود. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
اگر ما قطره قطره می کار نکنیم اینا میال، اگر ما می کار نکنم یک جفا بر حق طفل افغان و مظلوم خود کردیم، یک خیانت کردیم. اصلا تا آخر عمر بعد بشینیم وجدان خدا بگوییم که خیانتکار هستیم. اگر به فکر افغان خود هستیم، اگر به فکر مردم خود هستیم، فرق نمیکنه افغان باشی، سوریایی باشی، ایرانی باشی، ترکی باشی، انسان هستی، انسان. اینمیا به خاطر ریختن خون ناحق انسان در روی کره زمین است. چرا باید خون یک انسان ناحق بریزه و سلاح‌های خود بیارن سر ما امتحان کنن؟ حالا که من چی رقم موشک ساختم، حالا که من چی رقم بم ساختم، حالا که من چی رقم میره، ما مردم رو به او بکشن که باش که ما امتحان میکنیم سلاح‌های هسته‌ای خود، در آینده سوپر پاور باشیم، امپراتور باشیم، یا ای که مملکت باشیم که دیگر ها زیر دست ما باشه. ما مردم برای چی هستیم؟ اگر ما مردم نباشیم رئیس جمهور نمی باشه. رئیس جمهور چی کار است؟ اینمی کل مردم نباشه، رئیس جمهور برای کی میخواه ریاست کنه؟ برای دیوالا، برای شار، برای درختا؟ خب برای ما مردم ریاست میکنه. پس جنگ هم سر اینمی هست، جنگ هم خون ریزی هم سر اینمی مفاد است. پس بیاین که خود ما استاپ کنیم شه، بیاین جمع شویم خود ما استاپش کنیم. در غیر از او هیچ کس در 40 سال به درد ما نخورد. در اونجا نوشته بود 40 سال پلاس، و 40 سال دیگه اگر ساکت باشین، یکی تون پشت هارمونیا و یکی تون پشت تبله و یکی تون پشت کانسرت و ساتیری بگردیم، خلاص هستیم. خیلی از این نسل خود باید بیخید دست بشوریم، از کلچر خود دست بشوریم، از مملکت خود دست بشوریم و بیخی دیگه تسلیم شیم. بریم فقط زندگی کنیم، کیف کنیم، انجوی کنیم، لذت ببریم و در قصه مملکت نباشیم. خدا کنه که حرفای ما بد نخورده باشه سر عزیزا. شما در این برنامه های تلویزیون دیدین مره که من هم برنامه های آموزشی دارم، هم برنامه های سیاسی و دینی هست، اجتماعی، فرهنگی. عزیزای ورزشی من به این روزا مصاحبه دارم، امروی بهترین ها با بسیار عزیزای دیگه من مصاحبه دارم. اما من واقعا خوشحال نیستم که من بخوایم بیایم اینجا بشینم یک برنامه یک ساعته که هر کس مصاحبه کنم و با شما بتون بگم والا تلویزیون ما اینا برنامه ساخت خلاص شد، امروز خلاص شد، فردا خدا مهربان است. ما بر برنامه ناق اینجا ما هدف خود درست کنیم که بیایم مملکت خود نجات بدیم. این تلویزیون جور شده برای مملکت ما، این تلویزیون جور شده که مملکت ما را صدایشانه بلند کنه، صدایشانه برسانه به گوش رسانه ها، صدای اونمون مهاجرایی که در اروپا در اوا غرق میشن، در راه ها میمونن، در کوه ها میمونن، صدایشان از طریق این تلویزیون بالا شوه. پس از امی چانسی که امیال داده شده خواهشان برادرانه استفاده کنین، تک تک شما استفاده کنین، اولادایتون رو بگوین استفاده کنن. از امی هر برنامه که شما میفهمین در اینجا یک چیز مثبت گیرتون می، از امون مثبتش استفاده کنین. و من اینمی خواهش دارم، اینمی آرزو دارم که تمام جوانای ما اینمو تو با ما بپیوندن، در همین تلویزیون، در اینمی مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. اگر مسجد کار بد کرد، ما برنامه گذاشتم گفتم که کار بد کرد. اگر اماما و استادای دینی که واقعا بر مردم خدمت میکنن، در راه دین هستن، مصاحبه کردیم، اماما رو آوردیم در تلویزیون، مصاحبه هایشان رو شنیدین شما. از رئیس جمهور گرفته تا آدم عادی، یوتیوبر تا تمام برنامه سازای فیسبوکی، کار غلط کنن اینمین جلوی تلویزیون مندازم شانه، کار خوب کنن ده هنمی تلویزیون مندازمشون ازشان تعریف میکنم. اگر ما اینا متر هانس نباشیم، راستگوی نباشیم، صادق نباشیم، کار خوب خوب نگویم، کار بد بد نگویم، اصلا زندگی کده نمیتونیم دیگه. پس باید از اینجا شروع کنیم، از خود. و ما در برنامه ها از تمام سیاسون حتی خوبم گفتیم، بدم گفتیم و میگم هر کدامشان که بد کنن میگم، هر کدامشان که خوب کنن میگم، تمامش در برنامه های لایف بدون ترس، بغیر از خداوند از هیچ کسام نمیترسم، بدون ترس با مجرأت میگم.
و در این ملک در می خاک امریکا هستم، اگر می خواهد که مرا دیپورتم کنه که پدرش کده نمیتونه این کاره که سیتیزن باشه، اگر بکنم معاذر هستم، اما از حق نمیگذرم، چیزی که به مفاد مملکتم باشه نمیگذرم، خود فروخته نمیتونم باشم که بیایم در امریکا بشینم نانش بخورم ماوش بخورم باز برم در مملکت خود جفا کنم خیانت کنم یارو بگویم چک چک وا وا نام خدا نخیر. این میگه دمی دانشان میزنم میگم که مملکت ما خون خون ریزی بس است استاد کنین دیگه، اگر به زور و به مش زدن نتونم به زبان زدن میتونم، به گپ زدن میتونم، به گفتار زدن میتونم، به عمل زدن میتونم. پس خواهشان همگی مردم عزیز ما بیاین اتفاق کنین، بیاین یک جای شویم، بیاین صدایتون رو به تمام دولت مردان برسانین، بلکه نمیو خجالت بکشن استاد کنن. فرق نمیکنه که در از هر مملکتی که هستی انسان هستیم ما، شما در هر مملکتی که جنگ باشه باید استاپ شود جنگ، اگر از عراق است، اگر از سوریه است، اگر از اونجا است، از لبنان است، از افغانستان است، از چچنستان است، از همین هر جایش که باشه فرق نمیره، جنگ استاپ کنن. دیگه وقتانو بیشتر از این نمیگیرم عزیزان، منتظر تماسایتان هستم، امیدوار هستم که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. نمبر ما با صفحه تلویزیون هست، شما میتونین به تلویزیون بهار هم مراجعه کنین، به تلویزیون ساحل تی وی نمبرایی که با صفحه هست میتونین مراجعه کنین، اگر صحبت داشته باشین پیشنهاد هر عزیزی که میخواد بازم نام خود درج کنه برای من، نام خود، ایمیل خود و نام شهر خود نوشته کنم، من حتما برای کانادا برای انجینیر صاحب میفرستم، اونا نامتون رو درج میکنن و یعنی نامه که تکمیل شد به امید خدا بر همه گیروان میکنیم. از این دیگه کار آسان تر نیست، نامه رو در اختیار ما شما گذاشتن که ما فقط بگیریم و تقدیم از این مردم کنیم بدون ترس. پس تا برنامه بعدی خداوند یار نگهدارتون باشه، فردا برنامه لایف نداریم الحمدلله، دمی یک هفته جانم برامد، پس فردا پنجشنبه فکر میکنم برنامه لایف نداریم، تا جمعه انشاءالله که همه گیتان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشه در هر جایی که باشه. خدا چقدر رئیشم رو میکنه تو خدایا، شب و روزم به غم اشکم روان است، شب و روزم به غم اشکم روان است، خودم اینجا، خودم اینجا، دلم افغان ستان است. شب روزم اشکم روان است، شب روزم بغم اشکم روان است، خودم اینجا، دلم افغان ستان است، افغان ستان است، خودم اینجا، دلم افغان ستان است، افغان ستان است، شب روزم ز کابل میشنوم وحشت سرا سر، این یه جای انسانیت نیست، این یه جای بی خجالت است. ز کابل میشنوم وحشت سرا سر، وحشت سراسر، ز رنج دوریش
آتش بجان است. خودم اینجا دلم افغان ستان است، افغان ستان است. جوانی نیست در تن تا بیابم، جوانی نیست در تن تا بیابم، خیال دل و یاد او جوان است. با پغمان و شمالی کار دارم، با پغمان و شمالی کار دارم، که راز دل در آنجا نهان است. هرات و قندهار یا که مزارت، هرات و قندهار یا که مزارت، دل عظمتی رو ناتوان است، دل عظمتی رو ناتوان است. خودم اینجا دلم افغان ستان است، افغان ستان است. شب روزم بغم اشکم روان است، شب روزم بغم اشکم روان است. خودم اینجا دلم افغانستان است، افغانستان است. شب روزم